صلح جهانی، بیمرزی و بیمذهبی. خواننده، ترانه‌سرا و آهنگساز و شاید بیش از هر چیز صدایی بلند علیه جنگ. او که 1940 در شهر لیورپول انگلستان به دنیا آمد، به اسطوره راک بدل شد. شهرتش اما به صرف نبوغش در موسیقی نیست. جان لنون برای بسیاری نماد صلح طلبی بود. صلح طلبی در دورانی که ناقوس جنگ در ویتنام، کامبوج و لاوس به صدا درآمده بود و دخالت آمریکا و بریتانیا چشم مردم غرب را هم نگران. اعتراضش گاه او را به جرگه چپ افراطی نزدیک می‌کرد، چنانچه بعدها ابراز پشیمانی کرد. سال 1969 در اعتراض به سیاست خارجی دولت حزب کارگر بریتانیا، از جمله پشتیبانی از آمریکا در جنگ ویتنام، مدال امپراتوری بریتانیا عالی‌ترین نشان افتخار در این کشور را به ملکه پس داد، مدالی که 4 سال از دریافتش می‌گذشت. او که 4 دهه پس از مرگش همچنان محبوب است، با بیتل‌ها به شهرت رسید. پس از جدایی از این گروه جاودانه در تاریخ موسیقی هم شهرتش روزافزون بود. ستاره دهه 60 میلادی همچنان در ردیف پرفروش‌ترین هاست. جان لنون چهره ایست که در موسیقی زاده شد و در اعتراض رشد کرد. قتلش اما به دست هوادار سابق نقطه پایانی بر آن پرواز خیال و آرزوی جهانی دیگر نشد. علی خردپیر، BBC.